کنفرانس پاریس برای برقراری صلح در خاورمیانه با هدف از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز جمعه به کار خود پایان داد. این نشست با حضور دبیرکل سازمان ملل و وزیران خارجه و نمایندگان 30 کشور به ابتکار فرانسه برگزار شد. ژان مارک رو وزیر امور خارجه فرانسه در این کنفرانس گفت: من قول دادم که کار پیش از پایان همین ماه آغاز شود. از تمام دیدگاه‌ها و نظرات استقبال می‌کنیم. هدف ما متمرکز کردن تمام تلاش‌ها و ایجاد یک برنامه حاوی تشویق‌ها و تضمین‌هاست. این برنامه را تا پایان سال در کنفرانسی که با حضور اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برگزار خواهد شد، ارائه می‌کنیم. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با تأکید بر لزوم یافتن راهی برای از سرگیری گفتگوها میان دو طرف گفت: ما هنوز از روند صلح خاورمیانه سخن میگوییم، در حالی که در واقعیت فعلا هیچ روند صلحی وجود ندارد. نقش و وظیفه جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا پیش از هر چیز این است که شرایط را برای از سرگیری روند صلح احیا کنند. در همین حال وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش به کنفرانس پاریس گفت که این نشست چشم‌انداز صلح را دور می‌کند و افزود در تاریخ از این کنفرانس به عنوان نشستی که مواضع فلسطینی‌ها را سخت‌تر کرد یاد خواهد شد.